سلام عرض می‌کنم حضور تک تک شما عزیزان و ممنونم از اینکه مثل همیشه با من همراه هستید. سپاسگزارم از همراهی شما و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم در کارهاتون. عرض کنم خدمتتون که قرار هست آموزش رو با هم دیگه کار بکنیم که ارتباطش با فوتوگرافی هست بیشتر، یعنی برای عکاسان هست و بر روی یک پورتری می‌خوایم به ترتیبی کار بکنیم که در این حال پوست صورت رو ما هیچ گونه تغییری درش ایجاد نکنیم، اما با در واقع میشه گفت که تغییر رنگ و نور و میشه گفت یک سری ترفندها جلوه عکس رو خوب بکنیم و کم و کاستی هایی رو که در واقع عکس خام و اولیه ما هست رو رفع بکنیم. در این حال عرض کردم مهمترین نکته این آموزش این هستش که میخوایم از براش یا روتوش یا هر چیز دیگه استفاده نکنیم و تنها با تغییر نور و رنگ و اینها به صورت کاملا حرفه‌ای ما این عکس رو دچار تغییر بکنیم به لحاظ بصری. اما من یکی از این عکس‌ها رو قبلا انتخاب کردم که این هستش. من این عکس رو انتخاب کردم و اون رو ادیت کردم به وسیله یک سری تکنیک‌ها که در آموزش خواهیم دید و با هم دیگه کارش خواهیم کرد و در نهایت میشه گفت که این عکس رو یک همچین کادری براش درست کردم و به این ترتیب طراحی شده و در انتها نتیجه کار ما هستش. به این ترتیب ببینید که چقدر میشه گفت که جزئیات رو بهتر نشون دادیم و تقریبا میشه گفت شاید به عنوان یک عکس روی جلد مجله هم میشه استفاده کرد از این عکس و میشه گفت که برای به طور مثال عکس های روی مجله ها، عکس های روی بیلبورد ها، به طور مثال مثلا ما عکس این چهره این پیرمرد رو میتونیم بر روی یک بیلبورد قرار بدیم که در انتها به یک همچین نتیجه برسیم و در اینجا یک نوشته یا یک چیزی رو قرار بدیم که با توجه به عکسی که ما اینجا ادیت کردیم و این ادیتی که شما اینجا میبینید مطمئناً مخاطبان خودش رو جذب خواهد کرد همین عکس و باعث خواهد شد مطلب ما رو که در این گوشه قرار میدیم، مثلا میتونیم این تصویر پیرمرد رو کمی به سمت چپ ببریم و اینجا یک فضای بیشتر رو در اختیار داشته باشیم برای در عنوان تبلیغاتی خودمون. پس میتونیم از تکنیک هایی که در این آموزش استفاده میشه برای میشه گفت که تبلیغات هم استفاده بکنیم. عکس رو که برای این قسمت میخوام با هم دیگه کار بکنیم یکی از همین 9 تا عکسی هست که اینجا قرار میدیم. این عکس رو من با توجه به اینکه کیفیت بالایی داره در کنار فایل آموزش قرار گرفته و میتونید ازش استفاده بکنید. از این عکس استفاده میکنیم اگر که فکر میکنم خوب باشه این عکس، از این عکس وسط استفاده میکنیم و سعی میکنیم این عکس رو تغییر بدیم. پس من باید اون رو کروب بکنم و تنها این رو آماده بکنم برای کار. پس قرار هست که ما تبدیل به میشه گفت که یک عکس درخشان اون رو بکنیم. همونطور که میبینید بر روی پوست جدا از اینکه حالا یک سری خطوط هست اینها رو میتونیم در انتها نداشته باشیم و جزئیات رو به شکل گونه‌ای طراحی بکنیم. این رو در ادامه آموزش به شما خواهم گفت و این براق بودن روی پوست صورت و هیچ کدوم از اینها هیچ کدوم به صورت دستی به وجود نیامده. اینها تمام نور و رنگ‌هایی هستش که در عکس ما وجود داره. ما فقط می‌خوایم اونها رو از همدیگه جدا بکنیم و شکل بهتری در واقع به اونها بدیم. پس قرار نیست چیزی رو پاک بکنیم یا چیزی رو اضافه بکنیم به عکس. قرار هست که با ادیت کردن نور و رنگ به واسطه یک سری تکنیک‌های خاص در فتوشاپ ما این نتیجه رو در انتها داشته باشیم بدون اینکه به در واقع اصل عکس دست بزنیم. با من همراه باشید که من عکس رو آماده بکنم و بریم برای شروع آموزش.
یادت.